هبو بالوبا به این شکل. پس اینایی که میخوان به وبا به کرونا گرفتار نشن، مبتلا نشن، مرتب موهای سرشون را شانه کنند، هم باعث زیبایی و هم پیشگیری از وبا، پیشگیری از بیماری همگانی، پیشگیری از کرونا است. مرتب چه وضعیه بابا؟ بیمارا 10 سال بهشون وصله. از صبح 5 دفعه است که برق بیمارستان بوهری که همین الان رفته، الان هم برق نداره. اضطراری هم وصل نمیشه، تا وصل میشه دوباره میپره. با جون بیمارا بازی میکنن. یکی نیست از این اداره برق به پرسه دارن چی کار میکنه، چرا بعضی وقتی میدونه دیگه منطقه بیمارستان هست، چرا وقتی برق نمیشه. نمایش خیابانی نماز خوندن ببینید، مسخره، خاک بر سرتون. نماز هم نتونست جلوی مشکل بگیره، خاک بر سرتون. این آقایی که میبینید تو سجده هستن و موندن همونجا، اینقدر با در کرده، اینقدر موزیدن به قول آمیانه که اومدن دست پاشه گرفتن بردنش اون طرف. اگر دختران یا زنانی که ازدواج کردن، مثلا شوهرشون در مأموریته یا در سفره، یا دختران و زنانی که ازدواج نکردن، خب در بعضی موارد شهوت زیاد می شود، فوران میکنه. برای اینکه خودش رو خراب نکنه و مجموعه انسانی از فامیل و غیر فامیل رو خراب نکنه و رد ناهنجاری نره و سبب و باعث ایجاد آسیب های اجتماعی نشه، حالا باید این شهوت لجام گسیختش رو یک کم افول ببخشه. لذا چنین خانوما و دخترایی تو جیره غذاییشون کاهو بگذارن، با نهار شام چند برگ کاهو بدون سس بخورن. این ازدواج قبل از آمدن حضرت آدم و حوا به زمین بوده. این ازدواج در بهشت بوده و حضرت آدم سلام الله علیه خلیفه خداست، حجت خداست و کاری را بدون اذن خدای عز و جل انجام نمیده. قطعا این کار به دستور خدای تبارک و تعالی بوده و حضرت طبق روایتی حضرت آدم علیه السلام حوا را از خدا خواستگاری کرد، خدا هم قبول کرد و آدم هم میتونه صیغه عقد بخونه، لازم نیست کسی براش بخونه. شاید هم جبرائیل یا یک ملک مقرب دیگری این عقد را بین آدم و بین مادر ما حوا جاری کرده. شهود عقد هم خود ملائکه هستن. خوزستانی هستم، خوبه؟ من از طایفه خسرجم، خوبه؟ خواهران، تون خدا بذارین این مردا زن بگیرن، بذارین هر نفری دوتا بگیره، سه تا بگیره، مگر چی میشه؟ هیچی والا از تو کم نمیشه، هیچ کم نمیشه. بعدن هر زنی، هر خواهری که به شوهرش
اجازه زن گرفتن داره، زن گرفتن میده که زن بگیره، او موقعی که از دنیا میره هیچ فشار قبری نداره، تو قرآن هم نوشته است. ولی اگر زن به شوهر زن میخواد و نمیذاره زن بگیره، موقعی که فوت میکنه میذاره تو قبر، میپکنش قبر، اینقدر فشار بهش میده تا میپکه. خیلی ممنون خواهرام، به خدا خواهرام. دارم فکر میکنم که این همه پولایی که ما داریم تو صندوق های آمریکا اینا رو چیکارش کنیم؟ این همه تو بانک های آمریکا ما پول ریختیم جا، نمیتونیم بریم برداریم حالا. بعدم حالا ما نمیتونیم اصلا اونجا بریم برای کریسمس یا وقتهای دیگه شرکت بکنیم اونجا، که چون به ما اجازه نمیدن بریم، یه قدم اون اونجا نمیرسته، خیلی جای قصه داره. مارگولک واقعا خلیت ارسی نیست. این بابا واقعا یه آرم خریت تو پیشونیش باید بزنند که هرکی نگاه میکنه بنویشه ببینه که این خر است. خیلی خری. اعتصاب کارگران پیمانی شرکت جهان پارس، نیروهای بومی شهرستان مهران و ملکشاهی. و یک سوالی هم که این دوست عزیز ما کردن درباره این که آیا عمر هم جنس باز بوده یا نبوده، این رو هم حتی در کتاب‌های خودشون اهل سنت نقل کرده. مثلا ابن سعد در کتاب محمد ابن سعد در طبقات الکبرى جلد 3 صفحه 289 این روایت رو نقل میکنه. عن محمد ابن سیرین قال قال عمر ابن خطاب ما بقي في شيء من امر الجاهليه الا اني لست ابال الى اي الناس نكهته و ايهم انكهته. میگه از امر جاهلی برای من چیزی باقی نمونده جز این که تفاوتی نمیکنه بر حال با چه کسی لواط کنم یا چه کسی با من لواط کنه. الان معنای ظاهرش این هست یه برای در کتاب های خودشون هست. مرحال این توهین هایی که کردن در کتاب های خودشون هست. اگر واقعیت داشته دیگه ما نمیدونیم چی بگیم درباره خلیفه ای که همچین کاری می کنیم. الان 3 روز برق داره تو اصفهان میره، هر 3 روز پشت سر هم 3 تا دودکیسه خمیر را ما ریختیم بیرون رفته. اینم از امروز وضع امروزمون، این از وضع کار و کاسبیمون، اینم خمیرای امروزمون که همش خراب شده باید برزیم بیرون بره. خدا خودش به داد ما ملت ایران برسه، اینطور که معلومه خدا ما رو فراموش کرده. اینم از اوضاع خمیر. سلام خدمت تمام صنعتگران عزیز، امروز 22/4/1400 طایفه اولاد حجلی جمع شده ایم تا صدای برادران حفشی جانی ایزهی و تمام کسانی که این کمپین را حمایت کردن را شنیده ایم و با آنها می گوییم که کنار آنها هستیم تا به حق خودمان برسیم. درود بر اولاد حجلی، درود بر سلام و خسته نباشید به مسئولین عزیز و محترم. اینجا بلوچستان است. 2 بچه ساعت 11 شب تو گاری خوابیدن. واقعا این رسمشه بچه بلوچ تو خیابون تو گاری تو زایات بخوابه. لطفا رسیدگی کنید. ممنون. بدبخت و بارش و برده گاریش هم ارزو برده شهرداری این همه بدبخت فلک زده رو بردشم
داریشو بیل کن حتی اقا السلام علیکم هذا الريال يا ابو من تريد تكون ذنب لي استشبه لبوه هنا بخاب شارع جاوي ليش كهرباء زي المشايب ما عد احد شوفوا حتى صندوق هاي بروندم ذابين وياه من امبولانس لبوه هنا وراحوا عباس شريفي نمي يا الريال عباس شريفي شريفي صار الشاب والله انشدنا عليه هنا بالجماعة قالوا نيسي هذا الرياض ذبوه بالشكرباد وراحوا من المستشفى ذبوه الفروندة وياه وراحوا الشارع الدنيا حمر ذبوه هاي الإنسانية اصله داره نمیشه بعد گفت در شرایط جنگ و در شرایط صلح یک سیاست توی اقتصاد حاکم باشه. واقعا جنگ بوده، تفاوت جنگ اقتصادی با جنگ نظامی این بوده که در جنگ نظامی بالاخره اون 100 تا موشک میزد، شما یه دونه بهش میزدید از هم یه دونه میترسید. آمریکایی‌ها کاری که علیه اقتصاد ما میکردن، ما دوستانمون، سایگانمون، نزدیکترین دولت‌های خودمون نمیتونستیم اینا رو قانع بکنیم که آقا این پول ما رو بهمون بدید. نمیشه، آمریکایی‌ها اذیت میکنن. یکی ترامپ این تحریم‌ها گذاشت، ما گفتیم مگه هند میشه بره زیر بار آمریکا بیاد نفت از ما نخره؟ مگه چین میشه برای زیبار آمریکا؟ روسیه میشه این کار بکنه؟ اگه کشورهای همسایه ما که ما حاضر شدیم برای استقلال اونا از خون بچه های خودمون بگذاریم، وقتی میبینیم اونا منافع میگن منافع ملی ما این کار کنیم تحریم میکنه. ما تک و تنها بودیم، مقابله به مثلی نمیتونستیم بکنیم، فقط دور میزدیم. خدا یا بیر سنرگل میزهی و برادران غیرتمند عرش جهانی، ما سنرگران فولاد شهر هم صدای شما را شنیدیم.
همه کارگران صنعتگر پروژه‌ای هم صدای ما را بشنوند. همچنان تا اهدای حقوق خود استوار خواهیم ماند. کمپین 20400. آقای جوان مرادی سلام، خسته نباشید. ما توی یکی از محلهای کرمانشاه زندگی میکنیم. آب ما رو قطع کردن، 24 ساعت کامل اصلا آب نداریم. این وضعیت زندگی ماست. خدا واسه این رژیم نساز. کشف منبع شراب در درون چاه سیده کفکش بالا میاد خیلی جارو به روزی کمی بیرش بالا. تختی که های سعید نمکی میگه خالیه من فکر میکنم که هنرمند معلم اخلاق اجتماعش نیست و هنرمند وظیفه خاصی هم نداره که تکلیف ملتی رو روشن بکنه، ولی من فکر میکنم که وظیفه هنرمند، هنرمندی که به خاطر مردم بالا رفته، از مردم بهره مالی گرفته و خیلی خلاصه و ساده بگم با پول مردم، اگرچه با کار هنریش، ولی با دستمزدی که از مردم به دست آورده خوب زندگی کرده، وظیفه داره که در زمانی که ملتی گرفتار می شود و کشوری در بنده راه بیفته و حداقل کاری که میتونه بکنه اینه که حرف بزنه. من نمیگم که اگر من حرف زدم مردم ایران باید حرفهای من حتما گوش بکنند و قبول بکنند، نه، من انسان آزاده‌ای هستم و فکر میکنم که فقط باید بگویم. شما میخواهید حرفای منو گوش بکنید، قبول بکنید، میخواهید نکنید، ولی وظیفه یک هنرمند گفتن مطالب و گفتن واقعیت هست. بنابراین از همه چیز بریدم، از پدر، مادر، خواهر، برادر، خانه، سگ و گربه، همه چیز که داشتم بریدم، از تمام مادیات، از تمام مسائل روحی، عشقی، قضایی، هر چی که فکر میکنید بریدم، دور دنیا را افتادم برای اینکه برای مردم کشورم قدمی بردارم. ممکنه که بعضیا به این قدم من ارج نگذارند و اون رو نپسندند، اون مسئله بعضیا هست. وظیفه من هست به عنوان انسان زنده ایرانی به دور دنیا برم و اون قدم رو بردارم. بعدها مردم خواهند گفت که آیا درست قدم برداشتم یا اینکه اشتباه کردم.